بی بچه کم بالم رحم کن، بان که برات خواستگاری برم. می ترسم که آرسی بچه یک دانه من نادیده، دل پر ارمان از دنیا نرم. نه مادر جان، چی میگی؟ هنوز خیلی جوان هستی، تره تازه هستی، قسم نگو که دل مرا مندازی. میریم، به زودی میریم خواستگاری میکنیم، انشاءالله که خداوند ارمان تا پوره میکنه. ما دیگه کی را دارم مادر جان؟ پدرم هم که هیچ وقت من نیده. یک گلاس انداخت کلوش جواب گرفت. دیروزه هیچ فکرش در جاش نیست. بس کوچو بشی. صد که نباش از تو که کلان است. بار جان. من میگم باید غمی دختر را بخوریم. با لطف الله بچه ما رو سیشم میکنم. نمیخواییم که خوارزاده نازدانیم از پیش چشمم دور باشه. ندیدی؟ که گپای تره شنید گلاس از پیشش افتاد؟ تو چی فکر میکنی؟ او بچه تو معیوب است، خودش بار دوش است، باز او رو بزن چی غرست؟ تو دختر من رو چی فکر میکنی؟ ها؟ که ما دختر خود از سیلاب پیدا کردیم یا از کوچه پیداش کردیم؟ بیادر دیگه فکرت بگیری قمسم گپا رو نزنی که باز پیشم خفه میشی. خوار جان سر بچه ما کبر نکنین. من میفهم که لطف الله معیوب است، اما به خاطر گلچهره میگم نمیخوایم که خانه مانده شوه. بس کو بس این دلسوزی رو بر ما هیچ نکو. دختر ما به دلسوزی تو هیچ اصلا ضرورت ندارم. وش کنی دیگه بیادر که اگه پزدانت نشنوم اگه نیست پیشم خفه میشی. باز داغ نیا خوار جان، داغ نیا، باز پشیمان میشی. بانم دمی حالت، بانم که پشیمان شوم. نمیفهمم که تو چی فکر کردی. عقل سر جایش هست؟ از زیر باران بخیزم زیر ناوه میشینم؟ حال دختر ما به این اندازه پایمانده شده که به بچه معیوب تو بتو میشه؟
سلام خاله شاپری، خوش آمدید. و علیکم السلام، میمون کار دارین؟ بیا بیا، خوش آمدی. تو از کجا پیدا شدی؟ خوش آمدی. خوش بشی بشی خوار جان، خوش باشی. بشی گناه داره. چطو که را گم کردی و خانه ما آمدی؟ آمده ملک خوار با یک عالم خبرهای خوش. بشی خوار. خب بگو نی، چی خبرهای خوش برم داری؟ نی که خان جان خارج رفته. نی به خدا، دبلای ناخ گرفتار شد، یک و به یک پای شکست، مجبور شدیم که خاطر تداوی روان کنیمش خارج از کشور. دان موی سوز کرد، خانه نمان، بد پریزی کرد خوار جان. خب خداوند سرتان رحم کنم. خب خی، همین خبرهای خوشت بود که برم آورده بودی؟ بگی چای بخور. ملکه جان، اول شکرانگی خدا را به جای کنین که از شهر و دختر خلاص شدین. هزار بار خدا را شکر. راستی خبر شدین که مادر دیوانش خانه را آتش زده. خیریت خواست بچین؟ خوب است مادر. دهی وقت تو را کیاد کرد؟ خوب خانه خود در داده. خدا را شکر، خداوند چه تو ما را از گیریشان خلاص کرد. آه شکرانگی خدا را به جای کنین. یه خبر دگاه میادم آمد. خوب بگو نی، چی گپ جدید؟ خدا را شکر ده ای وقتا خبرهای خوش میشنم. دروازه لطف پروردگار در این باز شده. بله بله، میگم خدا به همه ما لطف کنه. آمین. خبر جدید درباره امو دختر که امرای دکتر صاحب در کلینیک بوده است. بگونی؟ چی خبر جدید در مورد دختر است؟ خبر شدیم که او خودش گم کرده، دیگه پیشتا نمیه. اینا چی میشنم؟ تو از کجا خبر شدی؟ خبر شدیم دیگه ملکه جان، حتی زنق در خریه خبر دارن، در تلفون برام گفتن. امید بچیم؟ ما چی میشنم؟ از برای خدا، این خبر راست است؟ من خبر ندارم مادر جان، نمیفهم. نمیفهمیدم که خبر ندارین ملکه جان. راستی یک گپ دیگه بگوی ملکه جان، که از شنیدنش حتمی خوشحال میشی. زنهای قریه گفتن که ساعت هاشم خوب نیست، سکته کده، در بستر مریضی تیر به طلاق افتاده، حتی خانیش هم خبر نداره از حال روزش. خوخ هایی قسم است. میگم خداوند نیست و نابودشان کنه. از دست از یاجیگرکم سفید شد. از دست همون لنگ دراز بود که خانه مرا دوز زد. پیسگکای مرا برد. خبر شده ملکه جان، بسیار جگر خون شدم از اینکه خانه دوزی شد. الان من میگم کفن اولادشان شوه. آمین. من میگم ده او خانه که پیسه من در آمده، هزار بلا در آید او خانه، بلا گچ. آمین. شاپیره خوار، وقتی که همی پیسه گکای میادم همی قلبم شپلیده شپلیده میشه، نفسم قید میشه، فکر میکنم گلونه مکرام بسته. امید مادر، مادر، مادر جان. بچه خاله شاپری هیچ قسم گپای مسخره بود به مادرم گفتی؟ دنگوشت که ستار بسته کده بود قسم خبرها رو خانه ما بیاری. من نفهمیدم که خبرهای بد است. آه بیشتر خواهی اگب که برش گفتم از شنیدنش خوشحال شد. راستی و زرغون هم از خاطر کارای تو دیوانه شده، کارای عجیب و غریب میکنه. ندید خانه را آتش زد؟ بس که خاله شاپره، بس که قسم گپای مزخرفات هست. مادر جان، مادر جان چشمایی در باز که مادر، مادر ببین مادرم بچی حالت رسوندی. ملکه خود استوار بگی. ملکه خوب شدی؟
حال امید بچیم برو موتر رو بیرک شفخانه بریمش. ملکه ملکه جان خوب شدی؟ ملکه خوب شدی؟ بلندش خوب بریمش. سر بچه ما کبر نکنین، اگه ما با درد هم دیگه مرهم نمانیم کی میمانه؟ آلی خود سر ما کبر میکنین، خوب فکرهایتان رو بکنین، پس آن پشیمون نشین. ما دخترم به هزار ناز نعمت کلانش کردیم، از دست یه زنکی بی نماز و او بچگه که خارجیش سر ما یال روز آمده. از برای خدا از ای که تو بیایی که تیما غم شریکی کنی فرصت جویی میکنی. خوار جان ما میخواییم درد خوارزاده ما مرهم کنم. ایره خودت خوب میفهمی که اول باشه آخر مثل دست شکستک آویزان گردن مستیم. خب ما مثل دست شکسته با گردن تو آویزان استیم؟ یا تو میخوایی بچهت مثل دست شکسته با گردن دختر ما آویزان کنی؟ همون مطل راست است که میگن بز در غم جان کندن قصاب در فکر چربویش است. مغرور شدین خوار، سر انسان ها کبر میکنین، سر بچه ما کبر میکنین. نمیخواستم که بگویم اما مجبورم ساختی. بچه تو خودش بار دوش است، میخوای که تلک گردن دختر ما بسازیشه؟ من نمیخواستم بگویم خوار جان، اما مجبورم ساختی. حالی که تو گپای تا گفتی من گپای خودم میگم. آشم سکته کده در قریه امروز سبا خبر مرگش میرسه. براموز خو نفامیدی، آلبان روک و پوسکنده برات بگویم. اول باشه آخر باشه همه تان دست شکسته آویزان گردن مستین. مادر جان تو رو چی شده؟ مادر مادر گلچه را مادر مادر ما چی شده؟ مادر مادر, مادر جان بخیز آو بیار مادر 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 جان مادر بگی او چی شده خوار جان؟ مادر بگی او مادر چی شده خوار جان؟ چی شده؟ مادر جان رابطه مادر مادر عجله کنین بخش آجل دست راست عجله کنین عجله کنین چی شدیش؟ اجازه بدین شما چی بفهم چی شده دکتر سایی؟ بخاطر می آوردیم که بفهمیم چی شده. خیره دور باش زیاد عصبانی نشو، خون سردی تفز کن بریم. مادر اجازه بدین بریم داخل. اجازه نیست. لطفا دوست عزیز سر صدا نکن، نیجا شوبی آجل است مادر بیز داریم. بشین استرس چوکی بریم لطفا فعلا. دکتر سایی از خدا میشه از شما میشه هرچی که تلاش دارین بکنین خوار ما چیزی نشه. دکتر آده خدمتتان شما لطف کنی برای در چوکیتون همشه رقن بفرمایی. دکتر سایی متوجه مادرم باشه نشه خدا نخواسته چیز شوی. خدا میره من شما لطفا برای در جایتون میشین دکتر آده خدمتتان است. بری بیا در قرار اینجا بشینه. بیا در اجازه بده بشینه شما در چوکی بشینه. هر مشکلی که بود من در خدمتتون هستم. این شوبه عاجل است همشه اجازه نیست. خیر بیا در جون اجازه بده. اجازه نیست همشه مارم اجازه بده بیا در اجازه نیست شوبه عاجل است بشینه. بیا در یک نفر تون رفت همون جا بشینه در چوکی بشینه و صدایتون میاد. بچه بیوه تو اینجا چی میکنی؟ آمده که دلت سر ما یخ بری به شرف پس؟ ریشت صفحه شد آدمگری یاد نگرفتی. گب زدن آدم خواهید نمیفهمی. تو مرا آدمگری یاد میتی؟ تا با حالا که یاد نگرفتی بود من این هستم از این بعدش هم آدم شدن نیستی. مرا آدمگری یاد میتی؟ پس به شرف شفاخانه بیاد. تصادف نکنه شفاخانه کلا دموزی بشه نکنه. هیچ دان. بیاد اینجا شفاخانه است. بره دوایتون رو بیرون خلاص کنه. اینجا مریض است. مزاحم مریضان نشی. بابا رفت کنش چشمون دورش کن.
لایم که من ببینم که آدم دلیل من یادش بتا. بیا. امرو چی رقم یک آدم و نادان گیری آمده نمیفهم چیم امروی من چی مشکل داره. امید خود تونستین؟ بله. این نسخه رو برو بیار، دوای شو و خطر رفع شده، هیچ مشکل نیست. زنده باشین دکتر سید. ای متوجه مادرم باشین، روزی چیز خوراکی برش بیارم؟ آب میوه جس مشکل نیست، بهتر است. درست است، تشکر. شاید مجبوریم نخوش. با خدا اگه بفهمم. یو خو با خود یک دیگه تشنه بودن. یه دیگه چه قسم شست که من ببینم. صبر بود. آرام باش. بلا پرسنش میگیم که چی سلام جواب جان. چطوره سی دارم؟ خوبستی. کی اومده دیگه هم باید؟ یعنی اول از ما قدن شما پیشه گرفتیم. تو راستی بچه کندم، چی حال داری؟ این چولا که ملکه خور خوب شده باشه؟ نه ما بختر مادرم آمانیم خاله جان. ای بخدا قسم، هر کس غلق روزگار خود است. چی شده از ارده نخوره؟ یه گفه سر شمله آمد، آوردیم شفاخانه. ای خدا نکنه، تو چی میگی بچیم؟ چی شده از ارده نخوره؟ ما خبر نداریم. ما هم نمیفهمیم، یه گفه سر شمله آمد. ای خدایا، خدا که روز آدم ها بگردانه؟ از هرسو سر آدم بلا میه. والا خبر نبودیم. خیرت خوب باشه، چطور است؟ مادر جان تالش خوب است؟ یک دفعه زوف کرد، حمله آمد. به خداوند سرش رحم کنه. آمین. بایستم مادر جان، خدای نکنه بچه اینجا کدام چیز میشه، خونش در گردن ما میشه. تشویش نکن بچیم، خدا مهربان است. دیگه میگه برای از دانه بس میبرید بچه، به چی برم بکن. دیگه میگه بچیم، دیگه، بین سخته چه، حالا بچیم. خدا مهربان است، تشویش نداشته باش، صبر کن. خدا سرتان رحم کنند. میگه یک روز یک آدم پیش حضرت سلیمان رفت که برای زبان حیوانات یاد بده. حضرت سلیمان هم دعا برش میده و یک آدم زبان حیوانات هم میفهمد. در سرک تیر میشه که دوتا بشه. بسیار خوشحال هستند که یکی دیگه قصه دارد. میره گوش آدم میگیره که پیشک ها چی میگه؟ میگه که درباره خروس از این صحبت داره. میگه که خروسی آدم اولی میگه که خروسی آدم میمونه، دومی میگه که خوب شکم سیر گوشت میخوره. ای آدم بچه دو پای داره و دو پای دوگام قرض میکنه و میده و طرف خونه. خروسک خود علون میکنه و گوشتکش خودش داشت جان میکنه. خوب خوشحال میشه، خوشحال به این میشه که تانسته که از تاوان خود نجات بده. دیگر از باز سرک دیر میشه که ای دو تا پوشک باز خوشحالی دارن، خوشحال هستن. همی گوشک خدا میگیره که چی میگیره، میبینه که در باره گوزپندشن دفعه صحبت دارن. یکیش دیگه ایش هم میگه که گوزپند یادم میمارد. دومیش میگه پشک دومی گوزپندش که مر خوب شکم سیر گوشت میخوری. آجر میره خانه و همی گوزپند خدا لال میکنه و گوشت شمت باشه. خوشحال میشه که خسارات که بالاش وارد میشه ایره تانسته که این دفعه کنه. دیگر رو سیر میشه که دوتا در باره مرد خود از این صحبت به شک اولی به دومی میده که ای آدم چند روز بعد میمونه. به شک دومی میده که خوب دیگه پلاوا و دیگه بار میشه و ما دیگه نوش جان میکنیم. چه کمای ما سیر میشه. خدا تو رو زندگی بده بچه قصر کوتاه میکنم دیگه که ای آدم میمونه و
این دو تا پشک هم از بقایای یعنی خیرات سیر میشن. امیر بلا و آفات را که سر انسان میه حتما یک حکمت خداوند است. بلکل تو هم که قصه دور بدراز گفتی مادر جان، اینجا شفاخانه است. بازه کاش که زمستان می بود در پته صندلی ششته می بودیم. تو تو چهارمغز همراه چای هم می بود که نوش جان می کردیم و می قصه شیرینت گوش می دادیم. راستی ما می قصه کتا دارم. شما هم خوب جای قصه را پیدا کردین. خب قصه های شیرین شیرین هم می کنین، همین قصه های تون را در خانه می کردین که ما هم لذت می بردیم. راستی؟ بله. سلام علیکم. بله محسن کاکا، میشنوی؟ زمرد هستم. بله میشنوی صدای من؟ زمرد بچه میشنوم. چطور شد؟ بله ما هم شفاخانه هستیم. پدرت بگو که بیاره شفاخانه. بیارن شما هم اینجا هستیم. باشم کاکای ممر خدا به شما بخشید. همه گیره گرفته بیاین به قریه. میخواستن بیارن شفاخانه اما در مسیر را وفات کرد. پدرم گفت به شما اول بتم عاجل بیاین به قریه همگی. زمرد بچیم ما در شفاخانه هستم. زرغونه وضعیتش بسیار خراب است. با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. بچه ایمه هیچ کدامشون تحمل کده نمیتونه. خب من کوشش خودم میکنم. شما منتظر ما نمانین. موضوع کفن و دفنش انجام بدین. مقصد منتظر ما نمانین. شما من نمی مشکل نیست. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چی کردی بچه؟ زنگ زدی برشان؟ خواستیشان؟ افهماندیشان؟ بله پدر جان زنگ زدم گفتن شاید ما نتانیم آمده. چی؟ چی میگی؟ زود برش دیگه زنگ بزن. پیش چهار تا دوست و دشمن به یک فیصل میشیم. با زنگ میزنم برشان. با زنگ نزنم. یال زنگ بزن. سعیست زنگ میزنم. بی خبر از ما رفتی آزار ما زدت موبایلت گم شد. تو هم آزار داری؟ گپ زیاد دور نبریم. ملکه مادر چطور است؟ نه خبر شدم اومدم به دیدنش. خدا رو شکر خوب است. تو را که ببینه دیگه بهتر میشه. مطمئن هستی؟ آسایش دو گیتی تفسیر دو حرف است. آسایش دو گیتی تفسیر دو حرف است. تفسیر دو حرف است.
خگانیم ای باد شرط برخیز کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز باشد که باز بینم دیدار آشنا را باشد I know.